اما ام زمان این سوره و شمس رو همه خوندید، و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها و النهار اذا جلاها، سه کلمه پشت سر همه. اون شمس تأویلش خاتم النبیین، اون قمر امیر المؤمنین، اون نهار حجت ابن الحسن و النهار اذا جلاها. همه تون تصمیم بگیرید و این کار رو هم رواج بدید، شروع کنید هر ماه بدون استثناء یک ختم قرآن بکنید و اون قرآن را هدیه به خود امام زمان بکنید. این کار بعد معلوم میشه اثرش چیه. اینا اکسیر احمره. منتها ماها وقتی بیدار شدیم که کار گذشته. من چند سال قبل به این روایت برخوردم که روایت هم سندش به حدی از اعتباره که فقیهی، اونم فقیهی که ما میگیم هر کسی نیست، ما فقیه رو شیخ انصاری میدونیم، میرزای شیرازی میدونیم، شهید اول، شهید ثانی. حدیث که ما بهش برخوردیم و عقل رو مبهوت میکنه، نتیجهش اینه، کسی که عملش این باشه، یعنی هرچه میتواند قرآن بخونه، هدیه کند به او، صدای قطعیش که شبه نداره اینه که کان معه، اصلا جزاش میشه معیت. بهش دیگه خبری نیست، ارزشی نداره. کسی که کارش این باشه، اون چه میسر قرآن بخونه و هدیه به امام زمان بکنه، اون چه به او میدهن اینه که در دنیا و آخرت با او خواهد بود. با او بودن یعنی چه؟ خود معیت با امام زمان. امام زمان اونه. من ارادن ینظر الی آدم بشیز فضا انا آدم بشید. وقتی ظهور میکنه میفرماید هر کس اراده داره آدم و شیس رو ببینه، من آدمم، من شیسم، من نوحم، من سامم، من ابراهیمم، من اسماعیلم، من موسایم، من هارونم، من عیسایم، من شمعونم، تا میرسه به اینجا من ارادن ینظر الی محمد و علی فضا انا محمد و علی. امام زمان یعنی اصاره تمام انبیا و تمام اوصیا. خدمت به او، کار کردن برای او، نشر مناقب او،
بست فضائل او، احیاء امر او، اونم در زمان غیبت او. این گوهریز که فردای قیامت یک قدم بیشتر ما میتونستیم برداریم و بر نداشتیم. علا ای حال امیدواریم خدا که اسم شماها رو در این دفتر نوشته، البته بی خود نیست، یا لغمه پدرتون بوده یا شیر مادرتون یا یک عمل صالحی داشتید که خدا انتخابتون کرده، و الا هر کسی نمیشه اسم در دفتر صدیقه کبرا بنویسه.